بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا بداية له والدائم الذي لا نفاد له والأول الذي لا أول لأوليته والآخر الذي لا مؤخر لآخريته والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. تقدیم به روح مقدس و مطهر ثامن الحجج ابوالحسن علی ابن موسی صلوات دیگری هدیه فرمایید. عنوان سخنم آداب زیارت علی ابن موسی رضا علیه ما سلام الله است. اگر مجالی باشد به برخی از این آداب اشاره کنم. ابتدا یادآوری کنم عزیزان، زائرین گرانقدر، مجاورین، بسیار خوب است که ما قبل از تشرف به حرم نورانی امام رضا علیه السلام همین آداب زیارتی که در کتابهای دعا هست تو مفاتیح ببینید، مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه قبل از زیارت رسول اکرم آداب زیارت ائمه معصومین علیهم سلام الله 14 معصوم رو ذکر کردن. قریب 30 ادب از آداب زیارته. حوصله کنیم یه چند لحظه این آداب زیارت رو بخوانیم، قطعا در زیارت ما تأثیر گذار خواهد بود. من به برخی از این آداب اشاره می کنم. ادب اول از آداب زیارت این است که انسان در محضر امام علیه السلام آداب حضور محضر امام رو رعایت کند. باور کنیم که به محضر امام رضا علیه السلام شرف یاب شدیم. تو زیارت نامه می خوانیم اشهد انک تشهد مقامی تسمع کلامی، من شهادت میدم که شما منو میبینید، سخن منو میشنوید، جواب منو میدید. اگر انسان باور بکنه به زیارت امامی می رود که سخن او رو می شنود، جایگاه او رو می بیند، جواب او رو می دهد، خیلی بیشتر رعایت می کنه. اجازه بدید سخن رو با داستانی آغاز کنم. یکی از اصحاب امام صادق سلام الله علیه، از اصحاب خوب حضرت، نامش هست عبدالله، عبدالله ابن مسکان. گاهی دوستانش بهش میگفتن که ما یه قرار ملاقات گرفته ایم بریم خدمت امام صادق سلام الله علیه، از محضر حضرت استفاده کنیم، یه چند نفری هستیم، یه وقت ملاقات چند نفره بریم محضر امام صادق. از این بزرگوار هم دعوت میکردن که بیاد. این صحابی جلیل القدر امام صادق میگو من نمیام با شما، شماها برید هر چیزی که شنیدید، هر مطلبی که از امام یاد گرفتید بیایید به من بگید استفاده کنم. من تو جلسات عمومی حضرت شرکت میکنم اما تو جلسات خصوصی نمیام. میگفتن چرا؟ میگفت میترسم بیام محضر امام صادق، ادب حضور محضر امام رو نتونم رعایت بکنم و جفای به مقام امام شده باشه. جرأت نمی کرد حضوری بره محضر امام. حالا اگر ما مشرف میشیم نباید این آدابی که گفتن، نباید باور بکنیم در محضر امام علیه السلام هستیم. شما الان ببینید زائرین، مجاورین، به هر ترتیب این مطلب اونقدر باید گفته شود تا تبدیل به یک فرهنگ بشه. متاسفانه ما نیاز به تکرار داریم. به نظر من یکی از کارهای خوبی که حتما باید زیاد انجام بشه تکرار این آداب زیارته. الان ببینید من خاک پای همه شما زائرین امام رضا علیه السلام، ولی وقتی میرادم کنار زری چقدر سر و صدا، چقدر فریاد،
آیا واقعا زیارت همین است که ما دستمون به ذریع امام رضا برسه ولو به اذیت دیگران؟ این داستان امام صادق سلام الله علیه رو براتون گفتم. امام صادق طواف کعبه می کردن، مستحبه، یکی از مستحبات این انسان در طواف کعبه استلام حجر کنه، یعنی حجر الاسود که طواف از اون گوشه شروع میشه، از حجر الاسود آغاز میشه، سنگ بهشتیه. مستحب به انسان یه دستی به حجر الاسود بزنه، از آدابه، مستحبه. امام صادق سلام الله علیه این کارو نمی کردن. به حضرت گفتن آقا چرا؟ مگر جدتون رسول الله استلام حجر نمی کردن، به حجر دست نمی زدن؟ فرمودن چرا؟ جدم این کارو می کردن، ولی جدم وقتی به اینجا می رسید مردم راه می دادن، به راحتی حضرت این کارو انجام می داد. من اگر بخوام این کارو انجام بدم باید خودم رو و دیگران رو به زحمت بیاندازم، نمیخوام خودم اذیت بشم و نمیخوام دیگران رو اذیت کنم. یعنی استلام حجر، دست کشیدن به حجر الاسود در گوشه یکی از ارکان کعبه که طواف از اونجا شروع میشه مستحب بود، ولی امام صادق این استحباب، این عمل مستحبی رو ترک میکرد، میفرمود نمیخوام دیگران اذیت بشن و نمیخوام خودم اذیت بشم. وقت درست ما باعث اذیت دیگران باشیم، برین که میخواییم ذریح امام رضا علیه السلام رو ببوسیم، خیلی خوبه اگه بتونیم، اما با زحمت دیگران. من گاهی دیدم بعضی از علمای بزرگوار یک هفته، دو هفته، یک ماه مشهد مشرفن، ازشون سوال میکنیم آقا شما ذریح دستتون به ذریح؟ میگن ما تا روز آخر دستمون به ذریح امام رضا نرسید، چون هر وقت رفتیم ازدحام جمعیت بوده، نخواستیم کسی رو اذیت کنیم، نخواستیم خودمون رو اذیت کنیم، نه کسی رو آزار بدیم نه خودمون اذیت بشیم. بانوان گرانقدر، زائرین امام رضا، مجاورین، بازم عرض میکنم خدا میدانه من افتخار که پای شما، توتیای چشم من، ولی زائر گرانقدر چقدر سر و صدا، چقدر فریاد آدم گاهی کنار ذریح میبینه. این آیه قرآن رو ببینید در سوره مبارکه حجرات، همه با این آیه آشنا هستید. از آداب حضور محضر نبی مکرم اسلام یکی اینه: یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، در حضور پیامبر صداتونو بلند نکنید. لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم، عملتون هبط میشه. در حضور پیامبر داد بزنید، فریاد بزنید، صداتون بلند کنید، تحبط عملتون از بین میره. و انتم لا تشعرون، بدون توجه. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، آیه بعدی قرآن مدح میکنه، تعریف میکنه از اونایی که در حضور پیامبر صداشون آرامه. یه داستانی رو میدیدم خیلی عجیبه واقعا، ببینید بعضی از مسلمان ها در عمل به آیات قرآن چقدر مقید بودن. وقتی این آیه نازل شد که لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صداتونو در حضور پیامبر بلند نکنید، یکی از مسلمون ها دیگه نمی رفت محضر پیامبر، اصلا نمی رفت، حضور محضر پیامبر رو ترک کرد. یه وقتی رسول خدا بهش فرمود چرا نمی آی پیش ما؟ گفت یا رسول الله می ترسم، آیه نازل شده. یه وقت خدای نکرده بیام محضر شما صدام بلند بشه، قرآن میگه تحبط اعمال، عملتون از بین میره، میترسم بیام. حضرت فرمودن نگران نباش، بیا، تو جز آدمای خوبی، مؤمنی. حضرت ازش تعریف کردن. مگه ما نمیستیم مقابل حرم امام رضا میگیم که اللهم انی وقفت و اینجوری معتقدیم؟ اللهم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبی که. وقت درست ما در محضر امام رضا مخصوصا در کنار ذریح این همه سر و صدا و فریاد و بلند سخن گفتن، این قرآن لا ترفعوا اصواتکم. اون صحابی امام صادق میگه من نمیام، میترسم بیام محضر امام ادب حضور حضرت رو رعایت نکنم. این صحابی رسول خدا آیه نازل شد گفت من دیگه میترسم بیام، نکنه آداب و رعایت نکنم.
بنابراین ادب اول در زیارت امام رضا علیه السلام حفظ آرامش. ما باید کنار ذریع امام رضا به آرامش برسیم. به جای اصرار بر رسیدن دست به ذریع، یه جایی به اسم زیارت بخونیم. زائرین امام رضا، بازم عرض میکنم، اینا باید اونقدر گفته بشه، تبدیل به یه فرهنگ بشه، ما یادمون بمونه. به نظر من یه درصد قابل توجهی از زائران امام رضا علیه السلام مشرف میشن حرم. خب میبینید، تصور میکنن زیارت فقط رسیدن به ذریعه، با زحمت خودشونو به ذریعه میرسونن، وقتی دستشون به ذریعه رسید میگن زیارتمون تمام شد، از اون درم خارج میشن میرن. آقا یه زیارت نامه‌ای بخونیم، یه امین اللهی بخونیم، یه جامعه کبیره‌ای بخونیم، ندیگه ما زیارتمون کردیم. زیارتنامه، بدون زیارتنامه محضر امام رضا نرسیم، بدون جامعه کبیره نرسیم. چند تا نماز، این نمازها رو حتما تو حرم امام رضا بخونیم. نماز اول نماز زیارته. اگر روزی دو بار سه بارم مشرف میشید حرم، نماز زیارت یادتون نره، دو رکعت نماز زیارت. و چقدر زیباست این نماز زیارتی که مال همه ائمه هست. رکعت اول سوره مبارکه یاسین، بعد از هم سوره یاسین، رکعت دوم بعد از هم سوره الرحمن. حتما نماز زیارت رو بخونیم. دوم، نماز دوم نماز جعفر طیار هست، این شهید بزرگوار. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه میفرماد یکی از آداب، علامه مجلسی میفرماد یکی از آداب زیارت امام رضا علیه السلام نماز جعفر طیار تو حرم امام رضاست. یکی از آداب، علامه مجلسی که از آداب زیارت امام رضا رو نماز جعفر طیار تو حرم امام رضا میدونه سلام الله علیه. هر کجا جا بود، حالا بالا سر نبود یه جای دیگه، بازم باعث زحمت دیگران نشیم. یکی نماز زیارت، دوم نماز جعفر طیار. میدونید عزیزان من، مجال نیست من فقط یه اشاره‌ای کنم، این نماز مال این شهید بزرگوار جناب جعفر برادر امیر مؤمنان سلام الله علیه. 12 سال هجرت کرد به حبشه، غربت، تنهایی. بعد از 12 سال وقتی برگشت، داستانشو شنیدید، سخنگوی مهاجرین بود. وقتی برگشت رسول خدا اونقدر خوشحال شدن. همون ایامی بود که فتح خیبر به دست امیر مؤمنان پیش آمده بود. رسول خدا فرمودن نمیدونم از کدامی که از این دو حادثه بیشتر خوشحال باشم، فتح خیبر که علی ابن ابی طالب انجام داده، یا بازگشت پیروزمندانه مهاجرین از حبشه و در رأسشون جعفر ابن ابی طالب. حضرت فرمود میخوام یه جایزه‌ای بدم. جعفر سخنگوی مهاجرین بعد از 12 سال تحمل غربت، وقتی برگشت پیامبر فرمود میخواد جایزه بهش بدم. همه سر کشیدن ببینن جایزش چیه. سکه، زمین، باغ، ملک. حضرت این نماز رو، نماز جعفر طیار رو، جایزه هجرت و تحمل سختی های غربت 12 ساله به جناب جعفر جایزه دادن. بعد از مدتی هم میدانید در جنگ موته به شهادت رسید. این نهج البلاغه است. امیر مؤمنان سلام الله علیه در بخش نامه ها، نامه 28 نامه ای است که امیر مؤمنان به معاویه نوشتن. حضرت می نویسن خیلی ها در راه خدا دستشون در از بدن جدا شد. اولا ترا ان قوما، نامه 28 نهج البلاغه، اولا ترا ان قوما قطعت ایدیهم فی سبیل الله. خیلی ها در جنگ ها دستشون در راه خدا فدا شد، اما حتی اذا فعل به واحدنا کما فعل به واحدهم قیل التیار فی الجنه و ذو الجناحین. وقتی برادر من دستش در راه خدا جدا شد، درباره او گفته شد جعفر طیار ذو الجناحین، برادر امیر مؤمنان. جایزه 12 سال هجرتش نماز حضرت جعفر طیار سلام الله علیه هست. علامه مجلسی میفرماد از آداب زیارت امام رضا این نمازه. خدا نکنه ای وقت ما 2 روز 3 روز 10 روز مشهد مشرف باشیم، یه بارم این نماز رو نخونیم، یه بارم نماز زیارت رو نخونیم. باز در یه روایتی در کافی شریف هست، امام صادق علیه السلام فرمودن من کان مستعجلن،
اگر کسی عجله داره، خوب عنایت کنید، کسی عجله داره نمیرسه نماز جعفر طیار رو بخونه، تو مفاتیح هست دیگه، اول مفاتیح ببینید. خب این نماز دو رکعتیه، چهار رکعت سوره های مخصوصی داره، جمعاً 300 مرتبه سبحان الله والحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر تو این چهار رکعت باید گفته بشه با اون ترتیب مخصوصی که دیده اید. امام صادق علیه السلام فرمودن من کان مستعجلا، روایت رو مرحوم کلینی در کافی شریف نقل کردن، فرمودن اگر کسی عجله داره نمیرسه این نماز رو به این ترتیب بخونه، یصلی صلات جعفر مجردتن ثم یقض تسبیح، دو تا رکعت بخونه بعدن تسبیحاتش رو انجام بده، قضا کنه بعد از نماز این 300 تا تسبیحات رو، سبحان الله والحمدلله ولا اله، بعدن بگی اگه وقت نداره، اگه عجله داره دو تا رکعت نماز رو بخونه بعدن 300 تا سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر رو بگی. جالبه در یه روایتی می دیدم آقا علی ابن موسر رضا علیه ما سلام الله وقتی می خواستن نماز شب بخوانند، نماز شب بخونن، این آقا امام رضا الله اکبر، اتفاقا یکی از نمازهایی که خوب ما وقتی مشرف میشیم حرم امام رضا، خب فرصت داریم نماز شب امام رضا سلام الله علیه وقتی می خواستن نماز شب بخونن، نماز شب چند رکعته؟ 11 رکعته. 4 رکعت از نماز شبشون رو همین نماز جعفر طیار قرار میدادن، یعنی نماز جعفر طیار میخوندن نیت میکردن به جا نماز شب، اشکالی نداره، در روایات ما هست، فقها هم فتوا دادن، مانعی نداره آدم یه نماز مستحبی دیگر رو بخونه نیت کنه، همون نماز مستحبی باشه هم نماز شبش باشه. 4 رکعت نماز جعفر طیار میخوندن امام رضا علیه السلام به نیت 4 رکعت نماز شبشون، هم نماز شبشون حساب میشد هم نماز جعفر طیار سلام الله علیه. بنابراین نماز دوم در زیارت امام رضا، یکی عرض کردم نماز زیارت، دوم نماز جعفر طیار، سوم نماز توبه هست، واقعا خیلی امیدوار کننده است. این حدیث رو شیخ طوسی رضوان الله علیه در تهذیب نقل کردن، امام صادق علیه السلام فرمود کسی که این نماز توبه رو بخونه وقتی سلام نمازو میده، لم ینتفل، زائرین، مجاورین، جوانای عزیز، آی عزیزانی که گوشه و کنار میفرمایید ما یه گناهی مرتکب شدیم، یقین داریم خدا ما رو نمیامرزه، هیچ کسی نباید بگه منو خدا نمیامرزه، این نمازو ببینید حرم امام رضا مشرف بشه بازم ناامید باشه. امام صادق فرمود کسی که این نماز توبه رو بخونه بعد از نماز سلام نماز رو که میده، لم ینتفل وجهه، صورتش رو از قبله بر نمیگرداند مگر اینکه خداوند تمام گناهانش رو میامرزه. چرا باز ما ناامید باشیم؟ چرا ناامید باشیم؟ فرمود لم ینتفل بعد از سلام نماز صورتش رو از قبله بر نمیگردانه مگر اینکه خدا همه گناهاشو میامرزه. این نماز توبه چجوریه؟ نماز توبه تو مفاتیح ببینید، اول مفاتیح همون نماز امیر مؤمنانه، اسم دیگهش نماز توبه است، خیلی آسانه، ساده ساده، دو رکعت مثل نماز صبح، دو رکعت مثل نماز صبح، فقط تفاوتش اینه شما در نماز صبح بعد از هم یه قل هو الله میخونید، تو این نماز بعد از هم 50 تا قل هو الله میخونید، همین دو رکعت مثل نماز صبح، 2 نماز صبح مثلا، ولی به جای یه قل هو الله 50 تا قل هو الله، جمعا میشه 200 قل هو الله، به همین آسانی. این نماز نیم ساعت وقت نمیبره از ما. امام صادق فرمود کسی که توبه کنه این نماز رو بخونه، لم ینتفل، برای سومین بار این کلام نورانی حضرت رو میگم، کسی نگه ما ناامیدیم، کسی نگه من یه گناهی مرتکب شدم هنوز شک دارم خدا منو میامرزه یا نه، فرمود صورتشو از قبله بر نمیگرداند مگر اینکه خداوند تمام گناهانشو میامرزه. اینجا حرم امام رضا علیه السلام جای نمازهاست، نماز چهارم نماز شبه که اشاره کردم، آدم یکمی شب زودتر استراحت کنه، سحرهای حرم امام رضا علیه السلام رو از دست ندیم. و یه نمازم نماز امام زمان ارواح نافدا هست که همیشه خوبه، مخصوصا ایام زیارتی. پس حرف اولم این شد عزیزان، ادب اول از آداب حضور امام رضا علیه السلام زیارت امام رضا. این آدم وقتی مشرف میشه تصور نکنیم فقط چسبیدن به ذریع با اذیت دیگران، با اذیت خودمون، این سر و صداها، این فریادها کنار ذریح مطهر امام رضا نباشه. به جای اینها زیارت نامه بخونیم، بعد نماز زیارت بخونیم،
نماز جعفر طیار بخونیم، نماز توبه بخونیم، نماز امام زمان بخونیم، نماز شب سحرگاهان. من تعجب میکنم بعضیا میگن آقا ما حرم میاییم، مشهد میاییم، چیکار بکنیم؟ وقت خیلی اضافه داریم، کاری نداریم که. آدم بخواد این نمازا رو بخونه، بخواد این دعاها رو بخونه، دیگه وقتی پیدا. این ادب اول. ادب دوم که خیلی مهمه عزیزان، مخصوصا ببینید محدث قمی رضوان الله علیه هم تو همین آداب زیارت نقل کردن، این که انسان وقتی مشغول زیارته، اگر رسید به وقت نماز، اول اذان زیارت رو رها کنه بره سراغ نمازش. البته الحمدلله خدا رو شکر ما الان میبینیم، من همین دیروز ظهر مشغول نماز بودم، دیدم موقع اذان کنار زری نسبتا خیلی خلوته، ولی بازم یه جمعیت زیادی هستن. اذان گفتن، همه دارن نماز میخونن، جماعت میخونن، باز یه جمعی دور زری هن. واقعا باید بگیم به امید اون روزی که وقتی اذان مغرب، اذان صبح، اذان ظهر از گفته میشه، یه نفر کنار زری امام رضا نباشه. خود امام، بذار من داستان از امام رضا بگم سلام الله علیه. ایامی که علی ابن موسر رضا در همین خراسان بودن، میدانید یک سلسله مناظرات داشتن، رؤسای ادیان و مذاهب می آمدن با امام رضا مناظره می کردن. از جمله یک کسی بود به نام عمران سابعی، رئیس گروه سابعین. سابعین یه گروهی هستن، در قرآن هم نامشون آمده، رئیس فرقه سابعی ها عمران سابعی آمد با امام رضا مناظره کنه، یه بحث مفصل طولانی. خب مناظره ادامه پیدا کرد، وقت اذان شد، وقت نماز شد، امام رضا علیه السلام فرمودن باش ادامه مناظره بعد از نماز. گوش میکنید زائرین مجاورین، الله اکبر. عمران رئیس این فرقه سابعی ها به امام رضا گفت آقا لا تقطع علی مسئلتی فلقد رق قلبی، گفت آقا خواهش میکنم جلسه رو به هم نزنید، دل من نرم شده، قلب من آماده شده، دیگه نزدیک من اسلام رو بپذیرم، یه چند تا سوال دیگه بیشتر ندارم، جلسه به هم نخوره، یه چند تا سوال، من آماده شدم برای پذیرش اسلام. اگه ما بودیم میگفتیم چی؟ میگفتیم آقا چه چیزی مهمتر از این؟ یه نفر میخواد مسلمان بشه، رئیس یه فرقه و گر. امام رضا فرمودن نه، میریم نمازمون رو میخونیم، برمیگردیم ادامه بحث. توجیه نکنیم. امام رضا در یه سفری بودن سلام الله علیه، رسیدن به یه منزلی، خواستن نماز اول وقت بخونن. یه کسی گفت آقا اجازه بدید قافله ها دارن میرسن، بقیه قافله ها برسن، بعدن نماز جماعت رو با هم. حضرت فرمودن نه، نماز اول وقت رو هیچ وقت ترک نکن، به هیچ بهانه ای ترک نکن تا بقیه قافله ها برسن. امام رضا علیه السلام خودشون در مهمترین کارشون، بحث با رئیس فرقه سابعی ها، نماز رو مقدم داشتن. اتفاقا حضرت نماز رو خوندن، برگشتن، مناظره ادامه پیدا کرد، عمران ایمان آورد، مسلمان شد و یه جمع زیادی هم به دنبالش اسلام آوردن. امام رضا نگفت وقت مناظره رو، نه نماز وقت. امام رضا راضیه اول اذان هنوز یه عده کنار زریش باشن. یه کلام خیلی زیبایی است از علی ابن موسر رضا، حدیث از امام رضا است. حضرت فرمودن نماز یه اول وقت داره یه آخر وقت، نماز یه اول وقت داره یه آخر وقت. آقا علی ابن موسر رضا فرمودن اول الوقت رضوان الله، کسی اول وقت نماز بخونه رضوان الهی شامل حالش میشه، اما و آخره عفو الله. اما اگه آخر وقت بخونه چی؟ میگن خب حالا باشه دیگه، حالا دیگه خون دیگه، حالا باشه ازش قبول بکن، ببخشیدش دیگه، حالا خون دیگه، چیکارش بکنیم دیگه، حالا خون دیگه. اول الوقت رضوان الله، اما آخر وقت میگن خب حالا چوبش نزنه دیگه، حالا به هر ترتیب دقیقه آخر خون دیگه، حالا باشه دیگه. این کلام نورانی علی ابن موسر رضا. پس بنابراین یکی از آداب مهم زیارت امام رضا و هر امام این است که وقت نماز دنبال جماعت باشیم. عرض کردم الحمدلله میبینید چقدر جماعت‌های با شکوه در صحن‌های نورانی امام رضا، یه عدد کمی هستن، شاید 100 نفرن، ولی همین 100 نفر هم انشاءالله یه روزی ببینیم همه دنبال ادب سوم که خیلی مهمه در زیارت ائمه علیهم السلام و امام رضا این است که انسان وقتی زیارتش تمام شد، ببینید عزیزان روایت داریم، نماز زیارتتون که تمام شد، نماز زیارتو که خوندید، قرآن بخونید و هدیه کنید به امام.
تلاوت قرآن و هدیه به امامی که از آداب زیارته. اگر انسان بتونه در هر تشرفی حداقل یه جز قرآن بخونه، خدا رحمت کنه مرحومات الله قاضی رضوان الله علیه، استاد اخلاق و عرفان شخصیت‌های مثل آیت الله بهجت، علامه طباطبایی و بزرگان دیگر، ایشون یه نامه می نوشتن برای دوستانشون و شاگردانشون، 12 تا دستور می دادن. حالا مجال نیست من اشاره کنم، یکی از دستوراتشون این بود که در ماه ذی‌قعده، در این ماهای حرام، این 3 ماه حرام، قرآن بخونید و قرآن خوندنتون کمتر از 1 جز نباشه. عزیزان من، این از آداب زیارته. کسی میاد زیارت امام رضا، که از آدابش اینه، زیارتش تمام شد، نماز زیارت خون، قرآن بخونه، هدیه کنه به امام رضا سلام الله علیه. ادب 4 که من به تعجیل بگم خستتون نکنم، ادب 4 که باز خیلی مهمه، نشاط در زیارته. زائرین تا خواهش میکنم این نکته رو بیشتر از نکته های قبلی عنایت کنید. ببینید، من گاهی دیدم بعضی ها مشرف میشن حرم امام رضا علیه السلام، 1 ساعت 2 ساعت، مخصوصا باز بانوان 3-4 ساعت، خب عیبی نداره. اگه واقعا شما 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت نشاط زیارت دارید، بسم الله. اما اگه خسته شدید، روایت اینه وقتی خسته شدید فاصله بگیرید. این حدیث راجع به طواف امام صادق فرمودن دع طواف و انت تشتهی، تا تشنه طوافی از طواف فاصله بگیر. خسته شده، گرسنه است، تشنه است، حال نداره، نه فرمود تو تشنه طوافی فاصله بگیر. انقدر نشینیم تو حرم امام رضا علیه السلام تو خسته بشیم از زیارت، تا تشنه زیارت امام رضایی بیا بیرون. هر چقدر حال داری، هر چقدر نشاط داری، آدم گاهی حال داره 1 ساعت زیارت، گاهی حال داره 2 ساعت زیارت، گاهی نشاط نداره 30 ساعت زیارت میکنه، 10 دقیقه زیارت میکنه. دعیه طواف و انت تشتهیه، تو تشنه زیارتی. بعضیا میگن نه آقا ما دیگه خیلی خسته ایم ولی دلمون نمیاد زیارت راه. آخه یه سفر ما اومدیم، 20 سال بوده چشم انتظار زیارت امام رضا علیه السلام بودیم، حالا 1-2 روزم بیشتر نیستیم دیگه، حالا دلمون نمیاد. حال داری نشستی؟ نه حال ندارم، خستم، گرسنم، چرت میخوام بزنم، خوابم میاد، تشنم، ولی خب دلم نمیاد از حرم برم بیرون. آقا حضرت فرمود دعت طواف، رها کن تو تشنه طوافی، تو تشنه زیارتی. مخصوصا بانوان گرانقدر، عرض کردم اگه واقعا 3-4 ساعت نشاط در زیارت دارن، بسم الله. اگه نه مواظب باشیم. امیر مؤمنان تو نهج البلاغه میفرماد ان للقلوب اقبالا، اواخر نهج البلاغه است، ان للقلوب اقبالا و ادبارا. گاهی آدم حال عبادت داره، گاهی نداره، حالات انسان مختلفه. فرمود فاذا اقبلت، وقتی حال عبادت داشتید سراغ مستحبات برید، اما اگر حال عبادت ندارین سراغ مستحبات نرید. بعضیا تصور، همینجا بد نیست اشاره کنم، بعضیا تصور میکنن وقتی زیارت امام رضا علیه السلام مشرف میشن، دیدم گاهی عزیزان به من میگن آقا چیکار بکنیم، خیلی سعی میکنیم گریه کنیم، حال گریه نداریم. حالا نمیبه حال گریه نداره، اگه گریه نکردیم حرم امام رضا زیارتمون قبول نیست، حتما باید گریه داشته باشیم. حال انسان مختلفه، یه وقت یه حال اشکی داره، حال اشکی نداره. خدا رحمت کنه، من این قصه رو وقتی گفتم، مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله علیه میفرمودن یه کسی آمد، از ایرانم نبود، از یکی از کشورهای دیگه آمد مشهد، متوسل شد به امام رضا علیه السلام و خیلی گریه میکرد. چند روزی که مشهد بود یه بیماری داشت، جراحی مغز باید انجام میداد، جراحی مغز. متوسل شده بود به امام رضا علیه السلام، در عالم رؤیا یه کسی رو در خواب دیده بود، از طرف امام رضا، نه خود امام رضا رو، از طرف امام رضا بهش پیام داده بودن که آقا فرمودن که خدا به تو شفا داد، خیالت راحت، دیگه نیازی به جراحی نداری، خیالت راحت، جراحی نمیخوای. ولی منظورم این جمله است، در این عالم رویا بهش از طرف امام رضا پیام داده بود که، ولی امام رضا علیه السلام فرمودن که به زائرین من بگید اینقدر گریه نکنید، زیاد گریه نکنید، من از گریه زیاد شما متأثر میشم. امام رضا امام رؤوفه، دوست داره زائرینشو. بنابراین حالا یه وقت خودم حال عبادت داشت، نشاط عبادت داشت، زیارتشو بیشتر انجام میده،
اشک چشمی هم جاری شد، اما اگه اشک جاری نشد دلیلی برای این نیست که زیارت ما قبول نیست. مخصوصا تو مسئله زیارت، طولانی شدن زیارت رو مواظب باشیم. اگر همراهانی همراه ما، مخصوصا خانم ها، بزرگواران، پدرها، این بچه های خردسال، حال شاید اینا حال نداشته باشن 2 ساعت تو حرم باشن، یقین داشته باشید اگر شما رعایت حال اینا رو داشته باشید، نیم ساعت، آقا اینا حوصله ندارن، هر چقدر اینا حوصله، زیارتتون رو با اینا تنظیم کنید، با میل همراهانتون تنظیم کنید، یقین داشته باشید همون ثواب زیارت رو خواهید داشت. خب من به 4 ادب از آداب زیارت اشاره کردم، خواستم 2 ادب دیگه بگم، مجال تمام شد. خدای به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق آشنایی با معارف دین، سیره اهل بیت و عمل به اون عنایت بفرما. قلب نورانی امام زمان از ما راضی و خوشنود بگردان. زیارت خانه خودت، مدینة الرسول، عتبات عالیات، نجف، کربلا، کاظمین، سامرا، مکرر، با معرفت، مشهد الرضا، نصیب ما، نسلمون، ذریه‌مون، همه آرزومندان بگردان. مرزا منظورین لباس عافیت بپوشان. قلب نورانی امام زمان از ما راضی بدار، به ما توفیق نصرت و یاریش، جلب رضایتش، شهادت در رکابش عنایت بفرما. علما، مراجع، حوزه های علمی، رهبر معظممون مؤید و منصور بدار. تقدیم به ساحت مقدس آقا علی ابن موسی رضا صلوات بلند یا ربنا یا ربنا.